نگرانی دبیر کل ملل متحد از افزایش تنش‌ها در خلیج فارس. روحانی: شرایط بسیار سختی داریم و دشمن به روی ما شمشیر کشیده است. جان بولتون: ظریف یک کلاهبردار، یک شومن شعبده باز و یک بی‌سر و پاست. آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل متحد در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: از افزایش تنش‌ها در خلیج فارس نگرانم. یک اشتباه محاسبه کوچک ممکن است به یک رویارویی عمده منجر شود. به افزود من بر ضرورت مراعات قوانین مربوط به تنگه هرمز و آب‌های همجوار آن مطابق قانون بین‌المللی تأکید می‌کنم. من بار دیگر از همه طرف‌ها مصرانه می‌خواهم تا از هر گونه اقدامی که تنش‌ها را بیشتر افزایش دهد خودداری کنند. آخوند روحانی طی سخنانی در آذربایجان شرقی با نگرانی از موقعیت رژیم گفت: امروز مساف سختی پیش رو داریم. این مساف آسان نیست. باید از این مسیر سخت عبور کنیم. امروز در شرایط سختی که قرار داریم، قبول کنید به هر حال شرایط ما یک شرایط سخت‌تری است. الان روزی است که دشمن روبروی ماست، شمشیر به روی ما کشیده، میدان جنگ است، شکست هم دارد، پیروزی هم دارد. خبرگزاری فرانسه نوشت: یک مقام ارشد دولت ترامپ میگوید تصویر دیپلماتیک ظریف با انگلیسی روان و خنده ها و پیشینه تحصیلات آکادمیک در آمریکا گمراه کننده بود. موضوع کلیدی این است که او ظاهر فریبنده یک میانجی را برای رژیم داشت. هدف امروز ما این است که او چنین چیزی نیست. این مقام آمریکایی گفت: پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفت که دیگر بس است و ظریف را متهم کرد که به عنوان وزیر پروپاگاند و نه وزیر خارجه عمل می‌کند. مقام ارشد آمریکایی گفت: دیپلمات‌های آمریکا ظریف را به عنوان نفر تماس اصلی ما نمی‌بینند. او اختیاراتی ندارد. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در مصاحبه‌ای که شب گذشته با تلویزیون فاکس نیوز انجام داد، تصریح کرد رژیم ایران از بنیاد نامشروع است. به گفت: Well, let's remember that Iran has been a state sponsor of terrorism since listed by Ronald Reagan in the 1980s. This is a fundamentally illegitimate regime. Zarif is the mouthpiece of the regime. رژیم ایران از زمان رونالد ریگان در سالهای 1980 به عنوان یک رژیم نامشروع حامی تروریسم نامگذاری شده است. این رژیم از بنیاد نامشروع است. He's not a diplomat. He's a con man. He's a shill. He's a grifter. ظریف هم بلندگوی این رژیم بوده است و مانند یک شومن شعبده باز عمل می‌کند. او یک دیپلمات نیست. او کلاهبردار است. یک حقه‌باز و یک بی‌سر و پاست. تحریم او گامی است که آمریکا برداشته و نشان می‌دهد که ظریف غیر قانونی است. این ایده که ظریف طرف حساب جدی با آمریکاست یک جعل است. تصمیم گیرنده اصلی در رژیم ایران خامنه ای است. هدایت الله خادمی عضو کمیسیون مجلس ارتجاع به افزایش 100% اجاره بهای خانه در یک سال گذشته اعتراف کرد و گفت در برخی مناطق قیمت هر متر خانه حدود 30-40% افزایش پیدا کرده، اما اجاره بها 100% افزایش یافته است. به گزارش رسانه‌های حکومتی آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس همچنان ادامه دارد. این آتش‌سوزی که از دوشنبه شب 7 مرداد شروع شد به منطقه کوهمره سرخی حد فاصل شهرهای شیراز، کازرون و میمند گسترش پیدا کرد و ممکن است به منطقه فراشبند نیز برسد. فضاپیمای باربری پروگرس 73 با یک موشک سایوز از یک پایگاه فضایی در قزاقستان به فضا فرستاده شد. Engines throttling up. And lift off. We have lift off of the Progress. Progress 73 on its way in the fast lane to the International Space Station. این فضاپیما پس از 3.5 ساعت پرواز به ایستگاه فضایی بین‌المللی متصل شد و 2700 کیلو غذا، سوخت، ابزار و دیگر لوازم را به ایستگاه فضایی بین‌المللی منتقل کرد. در حال حاضر 6 فضانورد در ایستگاه فضایی به تحقیقات مشغول هستند. یکی از این فضانوردان کریستینا کاچ آمریکایی
فیزیکدان و مهندس برق است که از اوایل سال جاری میلادی به ایستگاه فضایی رفته است.